به جرئت میتونم بگم آهنگ لطفاً رو بیشتر دوست داشتم. آهنگ جدید محمد علیزاده به نام گل. بریم تحلیلش کنیم. به نام خدا. سلام دوستان عزیز، با یه ویدیو تحلیلی دیگه در خدمت شما هستیم. این روزها نزدیک عید نوروز هستیم و خوانندگان ترک های جدید منتشر میکنند و ما هم سعی میکنیم که بتونیم برای اونها تحلیل بذاریم. امیدواریم برسیم که این کار رو بکنیم. پس دعوت میکنم اگه اولین بار ویدیوهای ما رو مشاهده میکنید لطفاً کانال رادیو موزیگاه رو سابسکرایب کنید. ممنون. خب بعد از آهنگ لطفاً که همکاری محمد علیزاده و آریان بهاری و هادی زینتی بود، گفتیم که انتظار داشتیم ترک خفنی باشه. اونچنان خفن نبود. البته تقصیر محمد علیزاده هم نبود، چون وظیفه‌اش بود این ترک رو به بهترین شکل اجرا کنه و آوازش واقعاً هم درجه یک بود. و مشکل رو گفتیم از کجاست. اگه اون ویدیو رو ندیدین کادرش این بالا میاد، روش بزنید و اون ویدیو رو هم ببینید. حالا ما انتظار داشتیم که یک کار با همکاری معین راهبر منتشر کنه که یه ویدیو در صفحه اینستاگرامش گذاشته بود که انصافاً جذاب به نظر می رسید. تو اینجوری نباش چشم نیافت، اما دیدیم نه، هنوز اونو منتشر نکردند و ترک جدیدی منتشر کردند به نام گل. چند سالته که آدم آروم می کنی. ترانه از دنیا کندوری، ملودی پدرام پالیز و تنظیم آریان بهاری یا همون سولو پروداکشن. آهنگ کاملا در سبک جدید پازل بنده و اگر علی رهبری این رو میخوند و به اسم پازل بند منتشر میشد خیلی بهتر بود. این تغییر سبک محمد علیزاده رو دوست ندارم بهش عادت کنم. دوست دارم محمد علیزاده سبک خودش رو بخونه. این همه مدت کمکار شدن محمد علیزاده رو تحمل کردیم و منتظر موندیم برای صداش و آهنگاش که بیایم اینا رو بشنویم. چرا آهنگ رد پا با ترانه و ملودی سینا پارسیان و تنظیم میلا ترابی رو باید زانکو بخونه و محمد علیزاده اونو نخونه و بیاد اینو بخونه که در سبک پازل بنده؟ چرا هیچ چیز سر جای خودش نیست؟ با ترانه شروع کنیم. میگه چند سالته که آدمو آروم میکنی. مگه آروم کردن آدما به سن و سال بستگی داره؟ چند ساعته که خیلی اومدی به چشم. یعنی فقط کلمات رو به هم متصل کردند، یا ما متوجه نشدیم و بار معنای قوی داره یا واقعا شعر هیچی نداره. دوستان شما ویدیوهای ما رو دیدین و میدونید ما قصد تخریب کسی رو نداریم و اصلا کارها رو نقد هم نمی کنیم. داریم مرور می کنیم و بررسی می کنیم. ولی انتظار داریم وقتی مارکت تو این وضعه، وقتی خوانندگانی مثل محمد علیزاده آهنگ منتشر کردن، بگیم آهان این آهنگه، تازه کارا یاد بگیرند، نه اینکه با همچین ترکی مواجه بشیم. تو رو جدا کردم از یه عالم گل، چی شد یه شب دلت مال من شد. قافیه های کورس کار یا همون ترجیبند رو بررسی کنیم. گل، شد، خوب، صبح، دوباره خوب، مبل. انتخاب قافیه ها اصلا مناسب نیست. بله درسته چند سالیه که سنت شکنی شده و از قافیه ها دیگه به اون صورت سابق استفاده نمیشه، اینا رو میدونیم، اما کلماتی انتخاب کنید که آواهاشون و معناهاشون با هم ارتباطی داشته باشه. متاسفانه ترانه ضعیفه. خب ملودی کار کاملا در سبک پازل بنده و هیچ تلاشی نشده که به سبک محمد علیزاده نزدیک بشه. ناسلامتی، محمد علیزاده خواننده صاحب سبکیه، کلی طرفدار داره. شما اومدی محمد علیزاده رو کشیدی کاملا به سمت سبک خودت، بی خیال طرفداراش. و تنظیم هم که با اینکه من از طرفداران تنظیم آریان بهاری هستم برام دلچسب نیست. میکس و مستر هم که هر جور عشق کردن انجام دادن و صدای محمد علیزاده لابلای اون همه صدا و اون پلاگین هایی که رو صداش قرار دادن گم شده و صداش دفرمه شده. این آهنگ چیزی نداره که من بخوام ازش دفاع کنم، فقط یه ترک شاده به مناسبت ایام نزدیک نوروز منتشر شده و جنبه سرگرم کننده داره. تویی که میتونی عوض کنی دنیا. حالا چرا میگم آهنگ لطفاً بهتر از این بود؟ چون حداقل سعی کرده بودند اون اصالت نام محمد علیزاده حفظ بشه.
با اینکه مارکتی بود ولی سعی کرده بودند سبک محمد علیزاده هم باشه. عبارات خوب تو ترانش داشت که بشه ازش دفاع کرد. ملودیش ابهت بیشتری داشت. اینها دلایل ما هستش که میگیم آهنگ لطفاً بهتر بود، هرچند که ایرادات اون کار رو هم قبلا گفته بودیم. اگه شما هم دلایلی مد نظرتون هست خوشحال میشیم در کامنت ها به ما بگین که این سبک جدید محمد علیزاده رو دوست دارین یا نه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید. مرسی از اینکه وقت گذاشتید و ویدیو ما رو تماشا کردید. بر روی موج رادیو موزیگاه باشید. خدا نگهدار.